انفجارهای غرب کابل، تفنگهای طالبان به سمت خبرنگاران. به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل پیام روز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. خبرگزاری افق در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: انفجارهای غرب کابل، تفنگهای طالبان به سمت خبرنگاران. چند ساعت از وقوع 3 انفجار مرگبار در 2 مرکز آموزشی در غرب کابل می گذارد. سخنگویان طالبان نیز وقوع انفجار را تایید کرده و از وجود تلفات خبر داده اند، اما هیچ آماری درباره تعداد قربانیان منتشر نشده است، زیرا طالبان خبرنگاران را هدف می گیرند و حتی اجازه دسترسی والدین دانش آموزان را به محل رویداد را نمی دهند. گزارش ها حاکی است که یک انفجار ناشی از پرتاب بمب دستی در آموزشگاه ممتاز در منطقه قلعه نو از مربوطات حوزه 18 امنیتی شهر کابل و 2 انفجار دیگر نیز در لیسه عبدالرحیم شهید در منطقه تانگ تیل مربوط به حوزه 13 پلیس رخ داده است. گفته می شود در انفجار تانگ تیل دانش آموزان زیادی هدف قرار گرفتند و این نگرانی وجود دارد که 10 نفر جان باخته باشند. تصاویر تکان دهنده از محل رویداد مخابره می شود. شبکه های اجتماعی از تصویرهای هولناک است که پاره های پیکر قربانیان را در خیابان به نمایش می گذارد. ویدیوهای دردناک و نگاه های نگران والدین دانش آموزان منتشر شده که برای ورود به محل رویداد تقلا و بیقراری می کنند. وضعیت اما به شدت امنیتی هست. نیروهای طالبان اجازه ورود به افراد به منطقه را نمی دهند. گزارش های درباره بازداشت و تهدید خبرنگاران منتشر شده و حتی گفته می شود نظامیان طالبان به سمت خبرنگاران، افرادی که می خواهند به زخمی ها خون بدهند و خانواده های دانش آموزان شلیک می کنند تا از ورود آنها به محل رویداد و حتی شفاخانه جلوگیری کنند. بر این اساس در فضای سنگین امنیتی و بایکوت کامل رسانه‌ای مشخص نیست که ابعاد و اعماق فاجعه چه اندازه هست و چه بر سر دانش آموزان بی دفاعی آمده هست، که بیش از این نیز هم نسلشان به مثابه هدف جنگی، تروریست های وحشی، قربانی رویدادهای مشابه شده اند. در آموزشگاه موعود، آموزشگاه کوثر دانش، مکتب سید الشهدا، دانشگاه کابل و در گذشته دولت مستقر انگشت اتهام را به سمت طالبان نشانه می رفت. اما اکنون که طالبان قدرت را در اختیار دارند، معلوم نیست چه گروهی متهم به ارتکاب این جنایات خواهد شد. احتمال می رود که نیروی داعش مسئولیت این رویداد را بپذیرد، اما طالبان بیش از این بارها گفتند که داعش در افغانستان تهدید بزرگی نیست و هر از گاه قادر به ایجاد چالش امنیتی نخواهد بود. اما هر گروهی که مسئولیت این جنایات هولناک جدید را بر عهده بگیرد و نیست، صرف نظر از این که طالبان چرا و چگونه خبرنگاران، خوندهندگان و پدران و مادران را از دسترسی به عمق فاجعه باز می دارند،
چیزی که هرگز تغییر نمی کند این است که یک اقلیت قومی و مذهبی خاص برای تروریست های خون آشام هدف جنگی به حساب می آید. و حتی دانش آموزان، دانشجویان، مادران باردار و کودکان شیرخورشان نیز در آموزشگاه ها و مکتب و دانشگاه و زاهشگاه باید بیرحمانه هدف قرار بگیرند و کشته شوند. انتظار نمی رود طالبان در قبال این جنایت جدید مسئولیت مهمی را بر عهده بگیرند. زیرا آنها افزون بر این که دولت را در نتیجه یک تبانی درون قومی به طور کامل در اختیار گرفتند، این ارث نحس را هم از دولت غیر مسئول و فاسد و فاشیست پیشین برده اند که در این گونه موارد با یک محکومیت ساده مسئولیت خود را ادا شده بدانند و به این ترتیب از تحقیب و شناسایی و مجازات عوامل جنایتکار این کشتارهای مبتنی بر ژنوساید همدا خودداری کنند. بنابراین آنها حق دارند به سمت خبرنگاران، خوندهندگان و حتی والدین قربانیان تیراندازی کنند تا عمق و ابعاد جنایت پنهان بماند و کسی نداند در کشتارگاه غرب کابل چگونه یک تصفیه قومی جنایتکارانه در جریان است. در همین حال روزنامه 8 صبح در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد 99% مردم افغانستان غذای کافی برای خوردن ندارند. دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا بار دیگر نسبت به بحران گرسنگی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما، چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. تا ویدیوهای دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید. امید زنگ آگاهی را فشار دهید.